سلام با تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان در واکنش به اظهارات سرپرست وزارت خارجه کشور میگوید که تعریف واضح از حکومت فراگیر در افغانستان وظیفه جامعه جهانی نیست. توماس نیکلسون تاکید کرده است که شهروندان افغانستان باید از طریق فرایندهای شفاف با رعایت حقوقشان در مورد نویت دولت خود نظر داشته باشند. امیر خان متقی پس از پایان نشست هیئت امارات اسلامی با دیپلمات‌های غربی در نروژ گفته بود که جامعه جهانی تعریف واضح از حکومت فراگیر برایشان ارائه نکردند. با گزارش در همین مورد توجه کنید. سرپرست وزارت خارجه کشور به دنبال پایان دیدارهایشان با دیپلمات‌های غربی در اسلو پایتخت نروژ گفت که جامعه جهانی تعریف واضح از حکومت فراگیر برایشان ارائه نکرده است. حالا نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان در واکنش به این اظهارات امیرخان متقی گفته است که تعریف حکومت فراگیر در افغانستان وظیفه جامعه بین المللی نیست، بلکه شهروندان این کشور می توانند از طریق فرایندهای شفاف در مورد نویت دولتشان نظر داشته باشند. این وظیفه جامعه بین المللی نیست که یک دولت فراگیر برای افغانستان را تعریف کند. این وظیفه همه مردان و زنان بالغ افغانستان است که این کار را از طریق فرایندهای شفاف انجام دهند و آنها نیز با رعایت حقوق خود در مورد آن نظر داشته باشند. سرپرست وزارت خارجه پس از آن در مورد شکلگیری دولت فراگیر اظهار نظر کرد که دیپلمات‌های غربی پس از پایان نشستشان با هیئت امارات اسلامی در اسلو در یک اعلامیه مشترک بر ایجاد نظام فراگیر و انتخابی در افغانستان تاکید کردند. اوسنی نظام که ډیر تغییر نه راغلی په اډانه کې په سیستم کې په رهبری کې کوم تغییر راغلی دا هغه هم د ټول هیواد اقوام اقشار خپل څیرې کې لیدلای سي او دا هم د تکمیل خواته د حرکت په درشل کې ده. حدود 5 ماه از حاکمیت امارات اسلامی در کشور میگذرد و تاکنون هیچ کشوری حاضر به رسمیت شناختن دولت جدید افغانستان نشده است. کشورهای منطقه و جهان همواره یکی از شرایط به رسمیت شناختن امارات اسلامی را ایجاد نظام و دولت فراگیر در افغانستان بیان کردند. یک حکومتی که تمام اقوام در او شامل باشه، شما خوش کنین، شما یک اشخاص تاثیرگذار یک است و کسایی که میخواد با شما صلح کنه، میخواد با شما مذاکره آغاز کنه، با ما مذاکره کنین. مذاکره کنین که با یک دوانستان اپوزیسیون نباشن. این اظهارات در حال مطرح می شود که روز پنجشنبه هفته گذشته رهبران هند و 5 کشور آسیای میانه در اجلاس مجازی هند در پیوند به بررسی وضعیت افغانستان با صدور یک اعلامیه مشترک خواهان شکلگیری دولت همشمول در افغانستان شدند. باز هم خوش آمدید مهمانان من در این برنامه. هر یک آقای انام‌الله سمنگانی معاون سخنگوی امارات اسلامی اینجا در استیدیو، آقای سید باقر محسنی آگاه روابط بین الملل همچنان در استیدیو و آقای احمد سعیدی استاد پانتون از طریق خط سکایپ از تاجیکستان با ما وصل هستند. مهمان عزیز با برنامه خوش آمدید میگم. در نخست میخوایم که با آقای سمنگانی آغاز بکنم. آقای سمنگانی میخوایم بپرسم که چرا واقعا تعریف واضح در رابطه به تشکیل حکومت فراگیر در طول این بیش از 5 ماه به میان نمیاد؟ هر از گاهی گفتن میشد که جامعه جهانی تعریف مشخص ندارد، اما حال خود جامعه جهانی میگه که تعریف کردن حکومت فراگیر یا حکومت با قاعده وظیفه ما نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و احترامات خدمت جناب محسنی، خدمت شما و سایر بینندگان برنامه تحول. ایالات متحده آمریکا و متحدین آن و یا به اصطلاح جامعه غربی از کنفرانس بون سال 2001 تا سال 2021 نسخه های گوناگون و دلخواه دولت همشمول را در افغانستان و یا در نظامی که از سوی خود آنها به میان آمده بودند آزمودند. اما اینکه آن نسخه ها چقدر ناکام بود و یا به تعبیر دیگر حتی نگذاشت نظام آنها را نظام بسازد و یا نظام آنها به یک نظام تبدیل شود، برای همه مبرهن است. اکنون خوب است که آنها به این معترفند که
نمیتوانند یک تعریف یا نسخه از دولت همشمول در افغانستان داشته باشند. این یک واقعیتی است که آنها باید بسیار پیش بر آن اعتراف میکردند و باید عملا افغانها را میگذاشتند تا آنها با در نظر داشت ارزش های دینی و منافع ملیشان و همچنان با استفاده از تجارب تلخ گذشته که در افغانستان رخ داده یک دولت خوب بسازند، دولتی که واقعا افادیت و اهمیت خود را برای مردم خود ثابت بسازه. بله. امارات اسلامی افغانستان دولت فراگیر را ضرورت مبرم دولت و مردم افغانستان میداند و بارها گفته است که نیاز به فشارهای جامعه جهانی نبوده و اگر جامعه جهانی تعامل رسمی با دولت افغانستان را تنها به این معطل نگاه کردند که تا هنوز گویا در افغانستان دولت فراگیر نیست، یک اشتباهی آنها بوده. ما پیش هم گفتیم که دولت فراگیر یک مسئله داخلی افغانستان است، این را باید به خود افغانستان واگذار شود تا آنها بین خود بسازند. جامعه جهانی مکلفیت دارد در قبال افغانستانی که با یک معضل بسیار بزرگ اقتصادی و یا بشری روبرو است با آن یک برخورد شایسته داشته باشد، برخورد سازنده داشته باشد. بله. بتواند دولت را با تشویق و آنچه که آنها تمایل دارند آماده بکنند، نه اینکه خدا را خواسته از بعضی موارد به عنوان ابزار فشار استفاده بکنند. و یک چیزی را باید بگم، شاید در ابتدای برنامه چهره آقای سیدی به نظرم نخورده بود و سلام بانها نفرستاده بودم، سلام خود خدمتشان عرض میکنم. موضوع دیگر وجود داره آقای سمنگانی، حالا از آغاز به کار امارت اسلامی تا به امروز همواره بحث حکومت فراگیر یک سوالی بوده که حل نشده، اما مشکل اینجاست که در حال حاضر حکومت تازه افغانستان از جهان میخواهد که حکومت فراگیر برش تعریف بکنه، در کنارش جهان هم میگه که خود افغان ها باید تعریف بکنن که حکومت فراگیر چی است. چگونه یک تفاهم باید صورت بگیره؟ اصلا چون جهان همواره بر همین یک نکته بسیار پافشاری داشت و اصرار داشت که باید دولت افغانستان دولت فراگیر باشه، بعدا ما با آنها وارد تعامل رسمی میشیم. اکنون آنها برای بار اول گفتن که تعریف دولت همشمول کار جامعه جهانی نیست. ما میگیم که آنها اکنون به واقعیت رو آورده و واقعیت را پذیرفته است. امارت اسلامی افغانستان به هیچ صورت و هیچ گاه از تشکیل یک دولت همشمول انکار نکرده، خودداری نکرده و نه هم گفته است که کدام دولتی را که ما تشکیل دادیم ما به این بسنده میکنیم، گویا که این به تمام معنا هم شمول است و دیگر به کاری نیازی نیست. بلکه امارت اسلامی همواره گفته است که ما کوشش میکنیم دولت خود را فراگیرتر بسازیم تا نمایندگان از مردم مختلف در رأس نظام جایگاه خود را به گونه بسیار بارز ببینند. یک موضوع را هم باید بگیم که حالا مسئله تنها رأس و یا رهبری نظام است، وگرنه در داخل نظام ما شما به این واقعیت شاید همه ما تن بدهیم که کدام تشکیل 4500 هزار نفریه که اداره پیشین کابل داشت و مورد حمایه جامعه به اصطلاح جهانی بود هنوز با جای خود باقی هست و شاید ما گفته بتانیم که در کل 1% یا 2% هم در آن تغییر نامده باشد، یعنی به استثناء از موارد بسیار مخصوصی که یک نفر خودش وظیفه خود را ترک کرده و به جای رفته و یا در مورد یک وظیفه‌ای که لازم دیده شده، یک وظیفه سیاسی بوده، امارت اسلامی یک تغییری به میان آورده، در کل در داخل نظام مشکل نیست. این مشکل تا هنوز هم که بوده در رهبری نظام، در مدیریت نظام بوده. امارت اسلامی وای متعهد است که انشالله دولت خود را هنوز فراگیرتر می‌سازد. ممنون آقای موسنی. حالا این که جامعه جهانی تعامل رسمی را، آغاز تعامل رسمی را با حکومت تازه افغانستان معطل قرار داده به خاطر این که یک حکومت فراگیر و با قاعده وسیع تشکیل شود، این یک اشتباه از طرف جامعه جهانی است. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و مهمانان عزیز شریک در بحث و همچنین بینندگان گرامی شما. تعاملات جهانی و ظهور و بروز یک کشور در سطح مناسبات بین المللی و سیاست بین الملل نیازمند یک دولت مشروع، به یک تعبیری یک دولتی ملی است. بله. وقتی که دولت ملی بود، دولت مشروع بود، دیپلماسی این دولت، حضور این دولت و مطالبات این دولت در سطح مناسبات جهانی جدی گرفته میشه و به عنوان یک دولت ملی مستقل در واقع
در صف دولت‌های ملی دیگر جا پیدا خواهد کرد. بله، یعنی فکر می‌کنیم که در حال حاضر مشکل دولت فراگیر نیست، مشکل ملی بودن دولت است. وقتی که دولت فراگیر مطرح میشه، همون دولت ملی است. دولت فراگیر است که ملی باشه و در واقع رضایت و حمایت و پشتوانی همه مردم را با خود داشته باشه، یا لااقل اکثریت مردم را با خود داشته باشه. اگر چنین مبنایی را تعریف نکردیم و اگر دولت ما فاقد میکانیزم مشروعیت بود، فاقد وجهه قانونی بود و فاقد ساختار پذیرفته شده جهانی بود، این دولت نه تنها اگر بر فرضی هم اگر به رسمیت شناخته شود، به عنوان یک دولت مهم و به عنوان یک بازیگر جدی گرفته نمیشه. یک قاعده است، چین که ارزش گذاری بکنیم این قاعده را درست بدانیم یا نادرست بدانیم. ساختار نظامی بین الملل کاستی های فراوانی داره، اما برخی رویه ها و عرفی وجود داره که پذیرفته شده و به عنوان یک هنجار دولت ها ملزم به رعایت این هنجار هاست. ما اگر توقع و اعتنای ما این باشه که طالب ها به عنوان یک حکومت اینجا میتوانند رضایتمندی عمومی مردم افغانستان را به دست میارن و به عنوان یک بازیگر چه با ماهیت دینی و چه با ماهیت یک دولت ملی در سطح مناسبات تبارز پیدا میکنم، من فکر میکنم که این تا حدود زیادی به عنوان یک وقت تلفی برای طالب ها قلم داد میشه. بله. گام نخستی که طالب ها ضرورت داشتن به او بردارن و بپردازن او مشروعیت داخلی است. این بارها ما این را تکرار کردیم که بدون مشروعیت داخلی بحث ساختار حکومت و ساختار اداره را به کنار بگذاریم، وقتی مشروعیت مطرح میشه ما باید یک میکانیزم، یک شیوه و روش مشخصی برای کسب این مشروعیت به دست بیاریم. چین که این مشروعیت دینی باشه باید تعریف واضح داشته باشیم، چین مشروعیت مشروعیت ملی و مردمی باشه. شیوهی وجود داره و روش های پذیرفته شده وجود داره که دنیا هم با روش ها آشناست و به عنوان یک شیوه دموکراتیک و یا به یک تعبیری مردم سالار میپذیرن که این دولت منبعث از اراده یک ملت و یک مردمی است که حمایت اکثریت را با خود داره. در غیر صورت من فکر میکنم که نه تنها شناسایی معتبر به دست نمیآید، بر فرضی که یک بخشی از شناسایی به دست بیاید، رضایتمندی در درون افغانستان به وجود نمیآید و عدم رضایتمندی باعث چالش ها و دشواری های فراوان فراراه دولت ممنون. مستقر خواهد شد. تشکر. جناب استاد، شما را به برنامه خوش آمدید میگم. بعد دیدگاه شما واقعا مشکل در کجاست؟ چرا تا اینجا کار یک تعریف مشترک بین دنیا و حکومت تازه افغانستان در رابطه به تشکیل حکومت فراگیر به میان نامده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما جناب آقای جناب سمنگانی، جناب آقای موسینی و بینندگان شما سلام و عرض ادب دارم. باور دارم که شما در رسانه‌های ملی و بین‌المللی مطالعه کرده باشین که من راجع به حکومت حمل شمول نوشته‌هایی داشتم و رساله چاپ شده، ترجمه شده. اون چی را که دنیا میگه حکومت همه شمول، من طرفدار این حرف نیستم. باید حکومت همه قبول گفته شه، نه حکومت همه شمول. همه شمولی معنی داره که تمام مردم افغانستان در حکومت شریک باشن، وزیر باشن و معین باشن، رئیس باشن. این نه در گذشته بوده، نه در حال و نه در آینده. اما حکومت همه قبول به حد اقلی مدار اعتبار است. دنیا راست میگه. دنیا راست میگه که ساختن حکومت وظیفه مردم افغانستان است. چون مالک افغانستان مردم افغانستان است، نه غیر. اما متاسفانه حکومت همه شمول یا حکومت همه قبول غلط تعبیر شده. از نگاه علمی به منطقی. اول، کسانی که با حکومت اشرف غنی بودن، حال خارج کشور هستن یا بیرون رفتن، سیاسیون و قدرتمندایی که بودن، اونا به یه عقیده هستن که اگر ما بچه ما دوست ما در حکومت شامل بود، قدرت تو چوکی داشت، این همه شمول است. دوم، طالبان به یه عقیده هستن که ما از هر ولایت چند نفری در حکومت خود داریم، در هر ولایت چند نفری داریم، کابینه هم ساختیم، سرپرست هم هست و این هم حکومت همه شمول است. اما کشورهای غربی باز حکومت همه شمول تو تعبیر میکنن که یک چهار نفر از اجنتایشان، جاسوسایشان در حکومت باشه، او حکومت همه شموله. نه، اینها مدار نیست. بنابراین مشکلی ما چی است؟ در قدم اول متاسفانه ما هم مشکلات داخلی داریم، هم مشکلات بین المللی داریم. جهان امروز مانند یک دهکده است. هم حکومتی موجود که در کابل است، طالبان، هم باید با خود زندگی کنن، هم با دنیا زندگی کنن، تنها نمیشه. اما حرف اساسی در کجاست؟ در این است که اگر ما خودکفا می بودیم، به جامعه جهانی محتاج نمی بودیم، دنیا را می گفتیم برادر دستان آزاد، ما می دانیم کار ما.
بله. حالا ما وقتی که به نان دنیا محتاج هستیم، به روغن دنیا محتاج هستیم، به یه دنیا محتاج هستیم، به همه محتاج هستیم، پس باید ما با دنیا تعامل کنیم. تعامل چی کنیم؟ وقتی دنیا حاضر است به ما تعامل کنه که ما حکومتی بسازیم که همه قبول، همه قبول چی برا؟ یعنی حکومتی باشه که تقریبا نمیگم صد درصد، تقریبا مردم خود دو احساس کنه، احساس کنن که این حکومت از یک قوم نیه، از یک زبان نیه، از یک حزب نیه. در تمام دنیا یک حزبی که قدرت میگیره، البته طریق انتخابات میگم، نه زور، زوری تفنگ نمیگم، در انتخابات میتونه حریفای سیاسی خود جای بده، میتونه نداره. اما افغانستان فرق داره. افغانستان امروز با یک حکومتی فراگیری همه قبول ضرورت داره. اگر ما این را نکنیم، ارزش‌ها و معیارهای اقتصادی، کمک‌های دنیا را نمیتونیم اون چیزی که لازم انجام کنیم. حالا به این روزا بعضی دوستان شما رسانه‌های بسیار با عزت و با احترام تبصره میکنیم که جامعه جهانی کمک کرد، جامعه جهانی کمک کرد. ما با این کمک‌ها نمیتونیم کشتی رو به سر منزل ببریم. ببینید دنیا یک کار کنه، در این روزا کمک کنه، اما متاسفانه از حکومت طالبان را، حکومت طالبان مانند یک دروازه، یعنی از طریق حکومت طالبان کمک نمیکنه، از طریق انجوها، از طریق مؤسسات خود. انجوها و مؤسسات خارجی هم شما سابق میدونید که چقدر دوست بودن، چی نصفش به جیب خود میزدن، نصف به مردم افغانستان میدادن. بنابراین پیشنهاد می است که باید تلاش حکومتی یا حکومتی هم قبول وجود داره که دو خانم ها، زن ها، مرد ها، اکثر مردم افغانستان، اکثریت مردم افغانستان خود ببینند. اگر حکومتی هم شمول به نزد بعضی ها بین باور باشه که 10 15 نفر را تکنوکرات یا از کشورهای غربی میاریم شامل حکومت بکنیم، باور داشته باشین که اینا یک ماه مانند کلوخ، مانند کلوخی را که بین معدن نمک بندازین به بین نمک طالبا آد میشن. بله. یعنی آقای سیدی، حالا بحث این است که چیزی که شما به اشاره میکنین که حکومت همه مردم افغانستان وجود داشته باشه، بله، عملا امارات اسلامی میگه همچون مورد وجود دارد، از تمامی اقشار به جوانب کشور که بودن، کار کردن، تلاش کردن، در حکومت سرپرست فعلی حضور دارن. چه تعریف متفاوت دیگه میتونیم اینجا ایجاد بکنیم؟ من بسیار خوش میشدم که افغانستان، روزی ما افغانستان میداشتیم که به نام افغانستان یاد میشدیم، ولی متاسفانه ما حال اقوام مختلف داریم. من باور دارم که آقای سمنگانی حتما، من میفهمم که آقای هنیفی از مردم ازبک است، اما من کمتر از، یعنی من 100 نفر در کابینه ازبک نمیبینم، من 10 نفر در کابینه از برادرای هزاره نمیبینم، 20 نفر از برادرای تاجیک نمیبینم. یکی کابینه باید در تمام دنیا، کابینه ها درست از سیاسی است ولی باید تخصصی هم باشه، تخصصی هم باشه. تخصصی چی برا؟ یعنی اشخاص مسلکی. من خو هر چی که شنیدم، اگر من غلط کردم بگم، من خو هر چی شنیدم به شمول امروز، فقط مولوی است، حافظ قرآن است، قاری است، همین مردم ها هست. درسته که اینا علمای دینی است، مساجد تبلیغ کردن، ولی به تخصص هم ضرورت داره. دنیای امروزه، دنیای انترنت، دنیای کامپیوتر، در قرن 21، سکنید در قرن 21، من امیدوارم که باعث یزی نشه که جناب ما به قرن 21 حال مردم به کره مهتاب رفته. مردم میخواهد در کره مهتاب زندگی کنند. تا حالا ما به قم بوت زن مونده، به قم چادری زن مونده. بنابراین بیان که این وطن مشترک خانه همه ما است. هیچ کس نوکر اشرف غنی نبوده، در گذشته نبوده. تلویزیون شما شاهد است که ما میگفتیم که اشرف غنی نمیتونه کشتی شکسته رو به منزل برسونه، شما شاهد. ولی طالب اگر میخواهد در افغانستان بمانه، باید آغوش رو باز کنه. بسیار تشکر. مشترک همه ما. ممنون. آقای سمنگانی، در یک تعریف بسیار کوتاه میتونیم بگوییم که وقتی که حکومت ملی با مشروعیت داخلی شکل بگیره، میتونیم بگوییم که حکومت فراگیر است که به زعم آقای موسنی تا هنوز هم شما مورد شکل نگرفته. اینکه دولت ما هنوز کمی و کاستی های خود را دارد، ما به آن اعتراف داریم و ما میگوییم که باید مسیر درازی را بپیماییم و کارهای زیادی را انجام بدهیم تا بالاخره همه چیز درست شود. البته چنانه که آقای سعیدی گفتند، شرایط افغانستان از شرایط جهان بسیار فرق میکنه. مثلا یک نسخه بسیار ساده در جهان انتخابات است که توسط آن میتواند یک گروه به قدرت برسه و تمام قدرت کشور به دست خود بگیره و مخالفین حتی اعتراض هم نکنه. اما متاسفانه در تاریخ افغانستان، شاید به امرای ما این واقعیت مهمانان گرامی بپذیرن، اصلا انتخابات نشدن. بله. یعنی چیزی که در
دو دهه گذشته رخ داده آن را اصلا نمیتوان به عنوان انتخابات تعبیر کرد. آن در حقیقت انتصابات بوده. برای همه معلوم شد که رئیس جمهور چگونه اینجا مقرر شد و همچنان دولت عین و غین چگونه شکل گرفت و حتی در سطح انتخاباتی که در سطح پارلمان میشد، انتخابات پارلمانی، به هیچ صورت این انتخابات نشده و فعلا هم مردم افغانستان به امر انتخابات حتی حساسیت دارن. وقتی انتخابات نام بگیرید یک موضوع این... من حرفای خود تمام میکنم. بنابراین ما فعلا در شرایط کنونی که بسیار به تازگی از یک دوره به دوره دیگر رفتیم که ما فعلا در مرحله گذار هستیم و اینجا یک نظام نو آمده که هنوز تلاش داره که باید پایه های خود محکم بکنه، ما نمیتونیم بار دیگر به سوی یک چیزی برویم که مردم افغانستان بر آن باورمندی نداره و یک ضمانت وجود نداره که خود گویا همه چیز به شکل درست رخ میده. و یک موضوع را هم باید بگویم، آقای سعیدی سه اشاره کردن حکومت همه شمول و حکومت همه قبول دو اصطلاح بسیار خوبی را استعمال کردن، اما متاسفانه مثل که در افغانستان حکومت همه شمول به یک معما تبدیل شده، حکومت همه قبول هم فکر میکنم در شرایط کنونی شاید بسیار دشوار بوده باشه، چون همه میدانند که در افغانستان که دو دوره اشغال سپری کرده، یعنی تقریبا 30 سال افغانستان به دست بیگانگان بوده و در 10 سال دیگر هم افغانستان یا شکار جنگ‌های داخلی بوده یا شکار حرج مرج و غیره بوده. اینجا گروه‌های مختلف، قشرهای مختلف با افکار مختلف و غیره پرورش شده، رشد کرده که نمیتوان همه را همزمان قناعت داد و قناعت همه را حاصل نمود. البته بله، امارت اسلامی افغانستان این واقعیت درک میکنه و به این واقعیت تن میده که انحصارگرایی به هیچ صورت راه حل نیست که گویا همه چیز به خود امارت اسلامی افغانستان صورت بگیره. اما امارت اسلامی میگوید که چون ما در یک شرایطی هنوز هم اضطراری قرار داریم، کابینه ما هم سرپرست هست و ما مجبور بودیم، ناگزیر بودیم، باید به گونه فوری یک کابینه معتمدی را به میان میآوردیم، یعنی کسانی را یا کادرهایی را که در صف ما وجود داشتند و در گذشته در عرصه های مختلف در دوران جهاد و مقاومت رهبری میکردند در 20 سال، اونها را ما باید پیش بکنیم تا آنها به گونه فوری زمام کشور را به دست بگیرند و کشور را به یک مسیر حرکت بدهند. اما امارت اسلامی باورمند است که باید در آینده ها در عرصه های مختلف نه تنها در داخل نظام بلکه در رأس نظام، در رهبری نظام مردم های را آورده شوند که واقعا آنها شایسته بوده باشند، سزاوار بوده باشند و بالاخره کشور را یک مسیر خوب بدهند. اما حرف خود اگر خلاصه بکنم این است که ما باید اوضاع کنونی افغانستان را در نظر بگیریم که ما فعلا در چه شرایطی قرار داریم و مطابق آن ما به پیش می‌رویم. ممنون آقای محسنی. در کنار این که اوضاع کنونی افغانستان را باید در نظر بگیریم که در چه شرایطی قرار داریم، اگر زیاد تاکید بکنیم روی بحث مشروعیت داخلی که یکی از مؤلفه‌های از او انتخابات است، در طول سالهای متمادی انتخابات واقعی در افغانستان صورت نگرفته و بازم چرا باید به روند بریم که مردم به او باورمندی نداره؟ در طول 40 سال جنگ، بی‌ثباتی، کودتا و بحران در افغانستان، یک چیزی که عامل اساسیش بود او فقدان یک انتخابات سالم بود. بله، ما این را قبول داریم که انتخابات سالم در افغانستان برگزار نشد و دلیلش هم همواره بی‌ثباتی بود و حتی بی‌اعتمادی ملی را به وجود آورد. ما وقتی که از انتخابات بحث میکنیم روی او عیوب انتخابات نباید انگشت بگذاریم. بله. روی او ترجیحات خارجی ها نباید انگشت بگذاریم که انتخابات ما به نتیجه نرسید و دلیلش شد اینکه انتصاب صورت بگیره. بله، در انتخابات 20 سال گذشته ما دست برد شد، انتخابات ما به نتیجه نداد و اون نتیجه واقعی که باید بالا می آورد نیاورد. ولی امروز که شرایط تغییر کرده، البته ما باور به حالت اضطرار و بحران در افغانستان ندارم. افغانستان یکی از بهترین شرایط خود از لحاظ ایجاد یک نظام واقعا مردمی داره که نه جنگ است و نه بحران است و نه مداخلات خارجی به او تناسبی که در گذشته بود وجود داره. ما یک شرایطی را داریم که یک نظام واقعا مردمی، وقتی که طالب ها از مردم صحبت میکنه بسیار با یک روش ساده و راحت شیوه همین مردمی بودن خودش را، دینی بودن خودش را و اسلامی بودن خودش را ترسیم بکنه، این بسیار کار راحتی است. مثلا چه کار باید بکنن؟ یعنی مبنایی که ما اگر بحثی را داریم که ما حکومت مردمی هستیم، مردم افغانستان، وقتی کلمه مردم افغانستان به کار میره، ما باید یک شیوهی برای اثبات همین فرضیه داشته باشیم که ما از کدام مردم نمایندگی میکنیم. یک چیزی که بسیار با صراحت میخوایم این را مطرح بکنیم که طالب ها
نگاه تشکیل یک حکومت با قاعدهای وسیع و حمایت مردمی را ندارن متاسفانه. هنوز نگاه تفنگ سالارانه به قضیه افغانستان دارن و هنوز دیدشان به قضیه ملی و قضایای کلان افغانستان یک دید جناحی و سمتی و در واقع بخشی است. این مسئله از تزریق و یا از تحمیل روایتی و یا او برند به نام امارت میتونه استنباط بکنیم. بله. خب این امارت از کجای متن دین گرفته شده؟ این امارت از کدام اصول نظامداری بشر گرفته شده که ما با همه تحمیل میکنیم که شما ما را امارت بگین؟ این یک ساختار و این چنین درخواستی از رسانه از مردم تا حدود زیاد دیکتاتور معاونه بود که چنین شیوهی را در تاریخ معاصر افغانستان جز حزب خلق و فرچن دیگرها چنین کاری نکردن که ما را چنین صدا کنین، آنچه که ما میخواهیم شما ما را تلقی بکنین، نه اینکه حکومت ما، نظام ما، تفنگ ما، اسلحه ما، امکانات ما از مردم است و برای مردم است. اگر چنین دیدی برای ما ایجاد شد و اگر چنین تلقی از نظامداری و حکومتداری ما داشتیم، ما میتونیم به سمت جلو و به سمت یک حکومت با ثبات و با دوام باشیم. ترجیح دنیا و درخواست دنیا و بخصوص کشورهای منطقه پیرامون حکومت همه شمولی است که این بارها ما مطرح کردیم که حکومتی که رضایتمندی مردم را با خود داشت قابل دوام است. یعنی نباید با بی ثباتی که در آینده ممکن است اتفاق بیفته امروز میتونیم جلوش بگیریم. افغانستان کشوری اقوام، تنوعات، مذاهب و گروه هاست. ما باید همه این گرایش ها را لحاظ بکنیم در حکومت خود. اعتقاد من این است که در شرایطی که ما قرار داریم بهترین زمان برای این است که یک حکومت واقعا هم دینی، هم مردمی و هم شرعی بسازیم. وقت شر مطرح میشه معنیش این است که او قرائتی که افراد کم صلاحیت طالب ها مطرح میکنند. این صلاحیت طالب ها باید مسجل بسازه که روایت ما، صلاحیت ما بر اساس این روایت، این متن و این قواعد بشری است. چون این چیزی متاسفانه تا هنوز مطرح نشده. برای همین است که نارضایتی در سطح افغانستان به صورت بی پیشینه اتفاق افتاده. یعنی این را ما بارها مطرح کردیم که بازخورد و یا فیدبکی که طالب ها باید ببینن رضایت از اینها به چی میزان است، یک میکانیزمی برای ارزیابی و برای نظرسنجی را طراحی بکنن که میزان رضایت از چی بعد، با وجودی که مردم از حکومت فاسد گذشته خسته بودند، با وجودی که دلگیری وجود داشت، با وجودی که ناامنی در مردم را بسطوح آورده بود، اما با آن هم همین امنیت نسبی که موجود هست او رضایت خاطر افغان ها را به دست نیاورده. ممنون آقای سیدی. به دیدگاه شما واقعا در حال حاضر چقدر فضا به خاطر تشکیل یک نظام وسیع و مردمی به میان آمده؟ من خدمت شما عرض میکنم و امیدوار هستم که جناب آقای سمنگانی همونطور که بسته خالصانه گفت که ما کمی و کسی داریم جواب بگن. من به یقین هستم که باز گپ خود تکرار میکنم که سیاست داخلی و سیاست خارجی لازم و ملزوم یک دیگر. در این روزا آقای امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه تلاش میکنه با یک دیپلماسی نرم حداقل کوشش میکنه که جهان قناعت بده، اما با گذشت هر روز عمل کرد و سیاست های افراد و اشخاصی در داخل طالبا اکثر عمل هایی که در مقابل مردم میکنن از قبیل تلاشی کردن، محکمه سرایی، قمچین زدن، درجه زدن، با گذشت هر روز زحمت های سیاست خارجی را ضرب صفر میکنن. یک. دوم، شما میفهمید که حکومت ها مشروعیت خوده، مشروعیت ملی دارن و مشروعیت بین المللی، اینها هم لازم و ملزوم یک دیگر هستن. ما اول باید مشروعیت ملی یعنی مشروعیت داخلی پیدا کنیم، بعدا مشروعیت بین المللی. ما شاید به جواب میگن که ما مشروعیت داخلی داریم مردم از ما حمایت میکنه. نه نه نه، مردم چرا؟ مردم هر روز تلاش میکنه پاسپورت بگیره فرار کنه، شاید بگن که در گذشته هم میکنه. چرا مردم هر روز میخوای افغانستان رو ترک کنه؟ همین لحظه که من به شما عرض میکنم، همین لحظه تعداد صدها نفر از قضات بیکار شده. حتی شما ببینید تعداد زیاد از سارندوالان بیکار شده. چرا؟ همه که اشرف خینی نبودن، همه که خانم بیبی گل نبودن، همه که محب نبودن. حرف دیگه در قرن بیست، حالی که در قرن 21 میگم آقای سمنگانی بشنو، یک کس میره
در مغازهای مردم سر مانکن میبوره. بعد مانکن از برای خدا دنیا که وقتی میبینه میگه سر یک مانکن میبوره. خب میگه این مردم میاد، مردم میاد اشتیاق پیدا میکنه روابط جنسی، خود یک پلاستیک مردم روابط جنسی پیدا. مردم به ما چی میگه؟ این سیاست ها چی است؟ من شنیدم. اما مشکلی دیگه هم شاید آقای سمنگانی به من توافق نکنه، پروا نداره. من مشکلی داخلی طالبان را میفهمم. یک تعدادی از طالبان که من نمیخوام نام بگیرم افراطی هستن، بی‌حوصله هستن، با مردم برخوردی نهایت زشت دارن، ناروا برخورد میکنن، محکمه سرایی میکنن. این کار قابل قبول نیست. ولی یک عده‌ای که میخوان با مردم تعامل کنن تا اون روز دستی بالا بلندی ندارن، زورشان نمیرسه، نمیتونن. ببینین بسیار بد است به یک دولتی که امروز 5 ماه و 11 روز از عمرش میگذره هیچ کشور به دنیا نشناخته به رسمیت. حتی دنیا حاضر نیست پولا خود به یک دولتی خود رو صادق میگه بده. پس ضرورت داریم که اگر میخواین که حکومت مردم افغانستان از این مشکلات فقر و بدبختی خلاص شد، در قدم اول باید با مردم افغانستان تعامل کرد. همی که میگیم ما عفو کردیم به او عمل کنیم. حتی من طرفداری از این هستم که یک روزی از طرف طالبا اعلان شد، از طرف طالبا اعلان شد که ما مردم افغانستان عفو کردیم، مردم هم ما را عفو کنند. بسیار تشکر. بله. سال هر دو طرف کشته داده، هر دو طرف زخمی داده. اگر طالب بگوید که ما مردم نکشتیم، ما مردم به مردمان به انتحار نکردیم، ملکه شده نمیتونه. بنابراین هر دو باید یک دیگر خود عفو کنند و حرکت کنند به یک سمتی سعادتمند. بسیار تشکر. ادامه برنامه تحول را پس از وقفه کوتاه دنبال کنید. ادامه برنامه باز هم خوش آمدین. آقای سمنگانی، متاسفانه سطح نارضایتی بین مردم اوج گرفته به شکل بی‌پیشینه و دلیلشی است که در صفوف امارت اسلامی دید جناحی، سمتی و بخشی وجود دارد. این که گویا نارضایتی مردم اوج گرفته، ما با این موافق نیستم. مردم افغانستان در کل، از این که فعلا در کل افغانستان یک نظام حاکم است، جزایر قدرت نیست، ملوک و طوایفی نیست، زورگویی نیست و امنیت در کل تامین است، از همین بسیار راضی هستند. چون بله، بسیاری مردم افغانستان هستند که اونا شاید از ماجراهای سیاسی که در چند دهه گذشته رخ داده و خیلی خسته کننده و ناامید کننده بوده، آنها ناامید شدند و برای آنها اکنون همین هم کافی هست که جان و مال و آبرویشان در افغانستان امن بوده باشه و آنها به دوائر دولتی دسترسی داشته باشند و دوائر دولتی مشغول خدمت با آنها بوده باشه. همین برای آنها کافی است. فکر میکنم آنها زیاد در پی این نیستند که این نظام کدام نظام است، این جمهوری است، اماراتی است، فلان و فلان. یک واقعی است که نظر به جامعه افغانی که در پایتخت، در ولایات و در ولسوالی ها زندگی میکنند، ما باید به آن تن بدهیم. البته باید بگویم ما میخواییم رویش خوبه هم با مردم خود و هم با جامعه جهانی داشته باشیم و این را ما در صحنه عمل هم نشان دادیم. و بله، اما انعطافی که ما نشان دادیم در مسائل مختلف سیاست های داخلی که روی دست گرفته شده میتونه روی همه چیز آب بپاشه. میاییم روی مثلا انعطافی که ما نشان دادیم، کدام نرمیشی که نشان دادیم، یا چنانی که آقای سیدی گفتن، آقای متقی کدام سیاست بسیار نرمی را که اختیار کرده و تا هنوز با جامعه جهانی رویش بسیار خوبی شده و کوشش شده که با آنها قناعت داده شود. یعنی کوشش به این نشده که امارت اسلامی افغانستان بر یک نظر خود به گونه حتمی استاده بوده باشه و بگه اگر شما ما را قبول دارید خوب، اگر قبول ندارید شما میدانید رایتان میدانه. نه، امارت اسلامی میداند که ما یک عضو جامعه جهانی هستیم. ما در این جامعه جهانی که به امروز به اصطلاح گلوبال ویلیج یا یک قریه جهانی یاد میشه زندگی میکنیم، ما به هیچ صورت نمیتونیم از اینها دور بمانیم، از اینها فاصله بگیریم، با اینها مقاطعه بکنیم. نه، امارت اسلامی به این حساس کوشش خود کرده و میکنه. البته یک موضوع هست، موضوع را ما باید نادیده نگیریم. ببینین لازم نیست آنچه که در یک نظام جمهوری یک ارزش است یا یک اصل است، او در نظامی که ما فعلا میخواهیم یک نظام واقعی اسلامی، هم آن یک ارزش و یک اصل بوده باشد. چون ما این را بسیار به صراحت و بسیار به جرأت میگوییم که نظام ما نظام به اصطلاح جمهوری که در جهان امروزی یا در کشورهای مختلف مروج است، آن نظام جمهوری نیست. ما میتونیم بگیم که ما به
ارزش هایی که در نظام جمهوری است اصلا اعتبار نمیدیم، اصلا اعتنا نمیکنیم، یا بسیم ما با این قائل نیستیم. اما ما باز هم میگیم نه، باید مفاهمه شوه، ما میگیم باید گفت و شنید شوه، با یکدیگر نزدیک شویم و کوشش بکنیم یک راه حل خوبه که تا جای قابل قبول برای همه بوده باشه، رضایت همه را حاصل بکنه ما برسیم. آقای محسنی صاحب اشاره کردن که گویا امارت اسلامی یک چیز کاملا بی اساس است. اگر ما مردم از نگاه دینی و از نگاه شرعی به این مسئله بپردازیم، ما دلایل زیادی داریم، چون ما عمر خود در این راستا خرج کردیم و میدانیم که امارت اسلامی آیا اصل دارد یا ندارد، یا امیرالمومنین بودن در اسلام اصل دارد یا ندارد، و یا اینکه امیرالمومنین توسط شورای اهل حل و عقد تعیین شوی اصل دارد یا ندارد. اما ما تا هنوز به آن نپرداختیم. ما که اینجا میایم با شما کوشش میکنیم با دلایل عقلی، با دلایل منطقی، یعنی ما مسائل دینی را حتی یک طرف تقریبا میگذاریم، با شما بحث میکنیم. اما نیاز نیست که کنار گذاشته شود، با مفاهمه نزدیک شویم. بله، وقتی که نظام ما اسلامی است نیاز نیست این موضوعات هم کنار گذاشته شود. به هر حال به خاطر موضوعات دیگه به شما برمیگردم. آقای محسنی، حالا وقتی که با آمدن امارت اسلامی جزایر قدرت از بین رفته، زورگویی ها از بین رفته، امنیت نسبی حداقل چیزی که شما به او اشاره میکنید در کشور تامین شده، چرا مردم باید خوشحال نباشن؟ در طول 20 سال آنچه که عامل ناامنی بود، آنچه که عامل قطاع طریقی بود، آنچه که عامل هدر رفتن کمک های سخاوتمندانه دنیا در افغانستان بود، آنچه که عامل فساد و بربادی سرمایه ملی افغانستان بود، جنگ طالب ها بود. یک چیز بسیار واضح است، چه کسی شهرهای افغانستان را ناامن کرده بود؟ طالب ها بود. این جمهوریت ها با وجود فساد و خیره سری هایشان عامل ناامنی نبودند. جزایر قدرت توسط طالب ها به وجود آمده بود، مناطق توسط طالب ها ناامن شده بود، رهگیری توسط طالب ها اتفاق می افتاد، سربریدن ها توسط طالب ها اتفاق می افتاد. خب بالاخره این ناامنی ها توسط اینها اتفاق می افتاد. هیچ گروه دیگری و اگر گروه های دیگری ظهور و بروز پیدا کردند، عامل این زمینه سازی طالب ها بودند. اینا ملزم لازم ملزومی همان، اینا رو نمیتونیم ما انکار بکنیم که چون ما جنگ ما آزادی خواهانه بود، ولی زمینه دیگر فجایع جنگی را ایجاد نکرد. این مسائل بسیار واضح است. اینا نیست که ما نسبت به طالب ها بدبینی داشته باشیم، اینا نیست، این یک واقعیت هایی است که اتفاق افتاده. شما 20 سال رویه جنگ طالب ها رو ببینید که حتی از اصول ارزشی دینی هم خارج شده بود، به خشن ترین شیوه حتی کودکان مورد بازخواست و مورد شکنجه قرار می گرفتند به جرم دیگری که حتی این یک نوع حرمت دینی هم داشت. یک مسائل. دوم، بحث این که طالب ها مطرح میکنه که ما جمهوری نیستیم و ارزش های جمهور در جمهوری از در ما نیست، مشکل اساسی همین جاست. مشکل اساسی که دنیا و مردم افغانستان به صورت یک پارچه با او مشکل دارن، او عبارت هستی است که قرائت خاص طالبانی از حکومت وجود داره. مشکل همین جاست که ما این مشکل باید رفع بکنیم. اگر ما به بنبست رسیدیم، اگر ما به بحران رسیدیم، اگر ما نمیتونیم سر سازش با مردم خود و با دنیا داشته باشیم، مشکل اینه که یک قرائت یک جانبه و یک قرائت کاملا و مطلق طالبانی در یک کشوری با تنوعات فرهنگی، در یک کشوری با تنوعات زبانی با مطرح بکنیم. یک مسئله است. مسئله دوم، امروز وقتی حکومت ما همه شمول است، من دوست ندارم به این مسائل بپردازم، ولی یک واقعیت است که ما یک راه حل بری پیدا بکنیم. امروز زبان حکومت موجود را حدود نزدیک به 80% مردم نمیفهمند. یک واقعیتی است. در طول گذشته هم به یک راه حل پیدا نشده که ما زبان ملی ما چیست که همه بفهمند، همه احساس خودی بکنند و احساس بکنند که پیام این حکومت را میفهمند. انصافا اکثریت نمیفهمند. صحبت وزیر دفاع اینها را کسی نمیفهمد، صحبت وزیر داخله اینها را کسی نمیفهمد. در یک مجامع مثلا کسی نمیفهمد. اگر واضح‌تر صحبت بکنن آقای سیدی، حالا مقامات امارت اسلامی هر از گاهی بیانیه‌ای دارن، گفتن هم میتونیم که توسط مردم و تعداد از مردم مورد استقبال هم قرار نمیگیره، اما نگرانی که مشخصا شما به اون میپردازین چی است؟ چه مورد مردم نمیفهمند؟ معنیش ایست که ما اینجا یک زبان واحد ملی که همه در او حس برادری بکنن نداریم، یک مشکل است. اگر با او زبانی هم که میتونیم احساس همگرایی، همسویی و همدیگر بفهمیم، مورد اعتنا قرار نمیگیره. این مشکلات ماست، این دشواری های ماست که ما چطور از این وضعیت یک نظامی، یک حکومتی و یک سیستمی روی کار میاریم که همه احساس درست. تعلق بکنن. شکر، ممنون.
جناب استاد، حالا بر دیدگاه شما برای حل که یا راهکار که میتونه به نگرانی های موجود چه در داخل و چی در سطح بین الملل و نگرانی های فعلی خاتمه ببخشه و همچنان بتونه راه را هموار بکنه که مردم افغانستان حداقل بتونن روزای روشنتر را سپری بکنن، چه راهکاری است؟ است یک عمل. هر وقت که مردم افغانستان احساس کنن که این حاکمیت از ماست، مطابق ارزش‌های انسانی و اسلامی و بشری در حمایت از ماست، مردم افغانستان پشت آقای اشرف غنی و احمد و محمود دیوانه نیستن، حمایت میکنن. اما من چند سوالی را که میخوام بسیار جدی مطرح کنم و صادقانه مطرح کنم، صادقانه امیدوارم که آقای سمنگانی جواب بگن. شریفانه براتون میگم، شما میفهمین که من دیپلمات بودم، به کشورهای مختلف وظیفه انجام دادم، شما آگاهی دارین. من برای شما میگویم، قسم میخورم که از جمله اضافه تر از 55 کشور اسلامی، جناب آقای سمنگانی بگن که مانند حکومت کابل موجود، همچون حکومت اسلامی در کدام کشور است؟ پاکستانی که متهم است به حمایت از طالبان، یک زن قوزیل قضات مقرر میشه، اما ما دختران رو مکتب نمیمانیم، ما دختران رو مکتب نمیمانیم. اما این موضوع واضح شد جناب استاد، گفته شد که بله، خدا گفته که علم بر مرد و زن فرض است. چرا شما جلوی فرض میگیرید؟ علم بر مرد و زن فرض است، شما چرا جلوی فرض میگیرید؟ فرض دوم، من به شما عرض میکنم، بسیار اکیدن تاکیدن عرض میکنم، وقتی که ما رقم دنیا حکومت نداریم، هیچ کشور اسلامی مانند این شیوه حرکت نمیکنه و ما از نگاه کدام قانون گرفته؟ امروز دنیا انتخابات است، ما آمده به زوری تفنگ، به زوری بچه قدرت گرفتیم. مشروعیت ما چی هست؟ حتی من یک چیزی کوتاه به شما عرض میکنم، بازم پروردگار قسم میخورم که آدم دروغگوی نیستم، سه روز پیش یکی از همکارای من رفت به یکی از دفترها، عریضه ای داشته همکار، اول زبانی دری گپ میزنه، گپی نفهمیدن. این رفیقی من بسیار پشتو یاد داره، به پشتو شروع کنه. همین رئیس به او چی گفته؟ خه پشتو پیگی خو مسلمانی خبری وکه، تا روس فارسی خبری کی؟ مسلمانی خبری بگه. یعنی گپی که کسی پشتو بزنه مسلمانی است، کسی فارسی بزنه مسلمانی نیست. از برای خدا، همین مسئولین کال مقرر شده 90% یا از هلمندی است، یا قندهاری است، یا از خوست و پکتیا است. چند نفر شما در حکومت از ولایت غور دارین؟ چند نفر شما از بادکیش دارین؟ چند نفر از هرات دارین؟ هدف از وزیرا است، از وزیرا است، وزیرا بین است. چند نفر شما از بامیان دارین؟ نامش بگیرین، من قربان سرتان بشم. بله، بسیار تشکر آقای سمنگانی. هرچند فرصت آمنده که از دیدگاه شما را در رابطه با نظریات استاد سیدی می داشته باشیم. بله، من میخوام به نظریات آقای استاد سیدی هم بپردازم و به جناب محسینی هم. در دو موردی که آقای سیدی اشاره کردن باید بگویم، یکی کدام نمونه‌ای که ما می‌خوایم از نظام اسلامی پیش بکنیم، لازم نیست که با پیروی از نمونه‌هایی که در دیگر کشورهای نظام اسلامی هست مماثلت یا مشابهت داشته باشه و یا عینی کپی آن بوده باشه. بله. ما می‌خوایم با در نظر داشته شرایطی که در افغانستان هست، یک نمونه خوبتری را در افغانستان به صحنه عمل بگذاریم و این زمان قضاوت خواهد کرد که ما درست هستیم یا نادرست هستیم، ما توانستیم یا نتوانستیم. حالا فکر میکنم بسیار فرصت کمی هست که ما قضاوت بکنیم. یک موضوع. دو موضوع، درست است، ما برای با آقای سیدی موافق هستم که شاید از میان 34 ولایت افغانستان ولایت‌های زیادی بوده باشه که در کابینه عضو نداشته باشند. مثلا از ولایت خود ما عضو نیست، از ولایت بلخ عضو نیست و اینا از ولایت‌های غربی حساب کردن، ما از ولایت‌های شمال یاد نام میگیرم. اما چند نفری را که امارت اسلامی افغانستان در کابینه جا داده، مثلا بیرون از صف امارت اسلامی فرض میکنیم حاجی سیب نوردین از ولایت پنشیر است، در کابینه جا داده به عنوان وزیر صنعت و تجارت، یا مثلا دکتر عباد قلندر از پکتیکا هست، او را جا داده به عنوان وزیر صحت. همین رقم عبداللطیف نظری، من دقیق نمیدانم حتی از کدام ولایت است، مثلا آورده
آیا در میان اینا بر بالای کدام یک از اینا تا هنوز انگشت انتقاد بلند شده که اینها سابقه خوب نداره، اینها تجربه خوب نداره یا اینها آدمای شایسته ای نیست؟ امارت اسلامی افغانستان کوشش میکند آدمای شایسته را بیاره از هر جای بوده باشه. این مهم نیست از کدام ولایت است. ما و شما در گذشته تجربه کردیم، حتی شاید یک ولسوالی نبوده باشه در دولت گذشته که از خود یک نمایندگی در یک رأس نظام نداشته باشه، اما باز هم نظام ناکام شده. چون ما و شما دلایلش میدانیم، اینجا وقت شاید بسیار کم باشه به دلایلش نمیپردازیم. یک موضوعی را که آقای سینی اشاره کرده، نا گفتن عامل همه چیز طالبان هستند، عامل همه بدبختی ها طالبان هستند. متاسفانه یک مشکل بسیار بزرگی که در مابین یک عده از مردم ما به خصوص به اصطلاح مردم روشن فکر ما وجود داره، آن این است که اینها قضاوت های یک طرفه میکنند. یک طرف مشکل میبینند، یک طرف مشکل نمیبینند. طالبان چرا به مقاومت مجبور شدند؟ چرا اینها به مقاومت پرداختند؟ اینها چرا مشغول جنگ آزادی خواهی در 20 سال گذشته شدند؟ برای همه معلوم است که امریکایی ها به همراه متحدینشان اینجا به همراه تیاره های B-52، به همراه میزایل های کروز و و همچنان به همراه تانگ و توبشان آمدند. آنها در اینجا در افغانستان در 20 سال گذشته وحشت های زیادی را کردند. افغانستان ما به هر رقمی که بگیم، یک کسی موافق طالب باشه مخالف طالب باشه، افغانستان اشغال شده بود. اگر طالب نمی بود در افغانستان یک گروه دیگری جهاد میکرد، مبارزه میکرد، مقاومت میکرد. در زمان جهاد شوروی طالبان نبود، اما افغان ها مبارزه و مقاومت خود کرده. پیش از جهاد شوروی در زمان انگلیس ها طالبان نبود، اما مبارزه و مقاومت خود کرده. این یک سرشت افغان ها هست که در برابر اشغال، در برابر استعمار درست. واکنش خود می داشته باشه. لذا واکنش امارت اسلامی افغانستان یک چیز طبیعی بود، یک چیزی نبود که گویا بسیار فوق العاده بوده باشه. اگر در افغانستان امارت اسلامی نمی بود، یک گروه دیگری از فرزندان مسلمان افغانستان می بود که آنها مقاومت میکردند. ما مردم یک حمله ای را که امارت کرده، یک حمله ای که او دفاعی بوده، یک حمله ای که او به هدف آزادی خواهی بوده، او را ما می بینیم. صحیح است، ما نمیگیم که از دست طالب هیچ افغان کشته نشده. در جنگ حتما تلفات نبوده باشه و در چنانی که گفته میشد در جنگ حلوا توزیع نمیشه، اما ما چرا او را نمیبینیم که هزاران بمبارد از سوی امریکایی ها در افغانستان شده؟ کدام یک از روشن فکر ما تا هنوز گفته که این درست نیست؟ شما مردم کوشش بکنید مبرای امارت اسلامی از اجرای حل سیاسی جور بین. آن همه درست است، اما وقتی که مقاومت میکنه افغان ها به رهبری امارت اسلامی، اینا درست است. ما باید خود در مقابل مردم خود طرف واقعی نکنیم. ما باید وکیل عامتان، وکیل مدافع خارجی ها نشیم که آنها هر چی کرده درست، هر چی میگوین درست، اما مردم ما که هر چی میکنن، هر چی میگن نادرست. این یک قضاوت بسیار نامنصفانه است. آقای محسنی، فرصت بسیار اندک است، میخوایم بحث جمع بندی بکنم. حالا به هر حال مشکلات وجود داره، اما این که بخوایم به طرف شکوفا شدن بریم و همچنان به سوی همسو شدن، چه کارهایی را باید انجام بدیم؟ ما کوتا در پاسخ آقای سمنگانی میخوام اشاره بکنم که حضور ایالات متحده آمریکا را در افغانستان چه کسی باعث شد؟ طالب ها باعث شد؟ یک، نه خیر، کسان باعث شدن، گفتن که بیاین وگرنه ما را طالب ها میخوره. نه خیر، ما هیچ گاه از افغانستان بیرون نشدیم. بله. از 40 سال معاصر افغانستان ما مشخصا شما نام نبردیم. امروز که وقتی که طالب ها از سازمان ملل متحد درخواست میکنه که مرا به رسمیت بشناس، از آمریکای اشغالگر که درخواست میکنه که مرا به رسمیت بشناس، همین آمریکا، اگر ما قواعد و هنجارهای بین المللی را قبول داریم، ما را متهم نکنید به اشغال گپا، ما یک بی‌طرفیم. همو آمریکا با مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد در افغانستان حضور داشت و ابتدا آیساف بود و بعد ناتو شد. بحث اینها یک بحث کاملا با معیارهای بین المللی بود. اینکه چه کسی باعث شد؟ بحث جهاد بسیار کوتاه است. اگر بحث جنگی باشه، استاد ربانی در درون خانه‌اش و از یک کنفرانس اسلامی برگشته بود ترور میشه. جنرال رازق در کنار یک فرد کافر آمریکایی استاده است، جنرال رازق کشته میشه و او آدم کشته نمیشه. این نمونه کلی جنگ طالب ها در افغانستان است. اما راه حل چیست؟ ما این واقعیت ها را داریم، این وضعیت ها را داریم. راه حل رجوع به مردم است. درست. رجوع به مردم جز با میکانیزم انتخابات دیگه میسر و ممکن نیست. ادعای طالب ها را کسی به واقعیت نمیگیره، جدی نمیگیره، رضایت عمومی ایجاد نمیکنه. و اگر سرزوری شود و اگر یک جانبه گرایی شود، آینده ای افغانستان جنگ است و جنگ است و جنگ است. ممنون. آقای سعیدی، بسیار فرصت اندک است، در کمتر از یک دقیقه، نسخه شما چی است؟ چگونه میتونیم به همسویی برسیم؟ بهترین راهی است که به مردم افغانستان رجوع شه، مردم افغانستان را در پهلو خداشت. اگر طالب یا کسی دیگری در حکومت های گذشته و حال بخواه با یک توزیع دیکتاتوری، خودکامگی، تسلط بر همه چیز حکومت میکنه، هرگز نمیتونه. ممنون آقای سمنگانی، یک دقیقه دیگر فرصت داریم. چطور میتونیم به این نگرانی هایی که هر از گاهی بلند میشه نقطه پایان بگذاریم؟
امارت اسلامی افغانستان در بین مردم خود زندگی کرده، از میان مردم خود جهاد و مبارزه کرده و توسط همکاری مردم خود به قدرت رسیده. امارت اسلامی افغانستان بهتر میداند که مردم افغانستان چی میخواهد و امارت اسلامی افغانستان انشالله به خواسته آنها پاسخ مثبت میگوید. اما در اخیر باز هم باید بگوییم امارت اسلامی افغانستان 20 سال پیش از زمان تهاجم آمریکایی ها هم بر یک حل منطقی باور داشت و به آمریکا هم گفته بود که شما به جایی که بر افغانستان هجوم بیارین، تجاوز بکنین، بیاین ما شما به راه حل منطقی می رسیم. امروز هم باور داره. آن زمان هم آمریکا اشتباه کرده بود، اما نتیجه آن را دید. و این زمان هم ما میگیم اگر با امرای امارت اسلامی افغانستان به یک راه حل منطقی جامعه جهانی برسه، ای به سود هم مردم افغانستان است و به سود هم جامعه جهانی هست. امارت اسلامی افغانستان همیشه بر راه حل منطقی و بر دیالوگ باور داشته. بله. و کسانی که از راه زور گپ زده، نتیجه شدیده شکست خورده و شرمسار از افغانستان بیرون شد. تشکر، سپاسگزارم از حضور مهمانانم. هر یک آقای انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی اینجا در استودیو، آقای سید باقر محسنی، آگاه روابط بین الملل همچنان در استودیو، و آقای احمد سعیدی، استاد پوانتون از تاجیکستان. و سپاس از شما که بیننده تحول بودید. برنامه تحول در همینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.